نمیبینی یه مقدار بزرگتر بنویسم که دانش آموزایی که حالا جزوه را ندارند یه مقدار بزرگتر بنویسم اعداد رو ببینن. این تست 12 جزوته که ببینی قشنگ. حالا فرصت میدم. درستم اکثرتون دارید میگین انصافا، ولی فرصت میدیم. بچه های خوب همه به من بگید الان پروتون من چند تاست؟ پروتون من اینجا چند تاست؟ کمکم کنید شما همه. پروتون من میشود 28 تا. اختلاف اینا میشه نوترون. نوترون رو کمکم کنید. نوترون رو لطفا کمکم کنید. چند تا میشه نوترون؟ میشود 30 تا. نوترون میشود 30 تا. دوباره مثبت یعنی دوتا. دوباره مثبت یعنی الکترون ها دوتا چیه بچه ها بگید؟ الکترون ها دوتا کمتره. یعنی الکترون های من میشود چه عددی بچه ها؟ 28. دوتا اگه بردارید الکترون های من میشه 26. الکترون هم میشه 26 چون الکترون هم دوتا کمتره. پر واضحه که الان جمع همه اینا را در سوال میخواد. جمع پروتون و الکترون و نوترون همه اینا رو میخواد بچه ها. خب جمع اینا چه عددی میشه؟ یه بار خواستم حساب کنم دیگه ببینید. بله راه های دیگه ای هم هست. 84. اوکی؟ الان یه مثال ساده. حالا بیا اینجا پروتون این چند تاست؟ پروتون این 31. سه بار مثبت یعنی سه تا از الکتروناش بر میداری عزیز من. سه بار مثبت یعنی از الکترونای سه تا بر میداری. الکترون های این چه عددی میشه؟ الکترون های این میشه 28. سه تا بر میداری بچه ها. نوترون این چقدر میشه؟ نوترون این میشه اختلاف اینا. خود سوال گفته. سوال رو بخون. تفاوت شماره الکترون ها و نوترون ها. تفاوت شماره الکترون ها و نوترون ها در یون فلان کدام است؟ نگاه کن. تفاوت شماره الکترون ها و نوترون ها کدام است؟ چقدر میشه بچه ها تفاوت این دوتا؟ 40 و منهای 28 کنی میشه 12. حالا سوال میگه میتوانی نسبت اینو به نسبت این تقسیم کنی؟ بله. 84 رو تو میتونی به 12 تقسیم کنی، به راحتی به عدد 7 میرسی. پس این که دیگه خیلی ساده است. پروتون 28 تا. دوباره میگم برای بعضیایی که حالا یه مقدار پایه ضعیفتری دارن، پروتون 28 تا. دوباره مثبت دو تا از الکترون ها برداشتم شده 26 تا. اختلاف این دوتا میشه نوترون. جمع اینا رو میخواد میشه 84. اینجا رو حالا نگاه کن. پروتون 31 است. سه بار مثبت سه تا الکترون برداشتم میشه 28 تا. اختلاف این دوتا میشه نوترون. نوترون میشه حالا 48 و منهای 12 کنیم ابراهیم جان این میشه 12. پس این 12 این 84. 84 تقسیم بر 12 به راحتی میشود 7. اینم از این. برم جلو. حالا این تست 12 است. این تست یه ذره شماره ها اینجا جا به جاست. این تست من بیارم اونی که این جزوه خودتونه رو ببینید اول. این تست لطفا اینو حل کنید. این تست 13 جزوه اینه. این تست 13 است. این تست 13 جزوه اصلته. یه سوال اول بپرسم بعد بتونید این تست رو حل کنید. میشه به من بگید اگر A مساوی B باشه، اگر A مساوی B باشه، C مساوی D باشه. بچه ها اگر دو تا عدد داشته باشید
با هم دیگه مساوی باشن. الان اگر آ مساوی بی باشه، سی مساوی دی باشه، تو ریاضی همه قبول دارید جمع این دوتا، یعنی آ به علاوه سی با جمع این دوتا یعنی بی به علاوه دی